بینندگان عزیز، سلام و وقت بخیر. بحران کرونا به ویژه نوع جهش یافته اون در سراسر کشور گسترش پیدا کرده و نشانه ها حاکی از وجود کرونا جهش یافته هندی تو برخی از شهرهای ایرانه که به مراتب از نوع جهش یافته قبلی خطرناکتره. ابتلای مردم به کرونا اونقدر زیاد شده که بیمارستان ها و پزشکای کشور هشدار میدن وضعیت خیلی خطرناکه و سیستم بهداشتی و بیمارستان‌های کشور ظرفیت پذیرای بیماران بیشتر رو ندارن. برای بررسی ابعاد گسترش کرونا و اظهارات کارگزاران حکومتی همراه هستیم با دکتر حسین جهانسوز، فوق دکترای شیمی دارویی از آمریکا. آقای جهانسوز، به شما خوش آمد میگم. ابتدا میخواستم از ابعاد گسترش کرونا به ویژه انواع دیگه اون مثل ویروس هندی بگین که چقدر گسترش پیدا کرده. آمار و ارقام چی به ما میگه؟ با سلام به شما و بینندگان عزیز شما. ببینید، آمار و ارقام در ایران بسیار مشکله که بدانیم واقعا چی هست، چون هر کس در اونجا یک حرف میزنه و همه هم دروغ میگن. بنابراین من فکر میکنم بایستی یک دستگاهی اختراع کنم، شاید در این مورد از ای سلامی رئیس سپاه پاسداران کمک بگیریم. اگه یادتان باشه پارسال یک دهن قابلمه ای برداشته بود، یک دست، یک آنتنم یک دست، میگفت که میخواد ویروس را از فاصله 100 متری نه تنها تشخیص بده بلکه اونو از بین بره. احتمالا باید یک دستگاهی هم اختراع کنه ای دانشمند پاسدار که بتونه از میان هزاران دروغی که اینا میگن واقعیت‌ها رو پیدا کنن. آمار و ارقام رو که خب دست دولت و اونایین که میگن که فرض کنیم ما 100 هزار تا واکسن وارد کردیم از روسیه یا 200 هزار تا وارد کردیم از چین، این مقدار هدیه گرفتیم از هند، بنابراین آمار و ارقام اونا زیاد می، ولی در بین این تضادهایی که اینا دارن، حرفایی که میزنن گاهی همدیگر رو لو میدن، میشه گفت که هنوز کمتر از 1 میلیون دوز به مردم داده شده، حتی به 1 میلیون دوز هم نرسیده و این واقعا باعث شرمه که در صورتی که کشورهای ترکیه که همسایه ماست و جمعیتی داره معادل جمعیت ایران 22 میلیون دوز داده، کشوری مثلا کوچکی مثل امارات 10.5 میلیون دوز، و در ایران بسیار بسیار آمار مشکله بگیم. و چیزی که الان هست، به اصطلاح پر شده تمام بیمارستان ها، کسانی هستن که مبتلا به همون ویروس جهش یافته قبلی انگلیسی هست، ولی ویروس هندی هم وارد شده. البته باز قانونی که دارن که باید دروغ بگن، چند روز پیش گفتن هنوز ویروس هندی وارد ایران نشده. ویروس هندی به نظر میاد به مراتب خطرناکتر از ویروس های مثل انگلیسی اینا هست، چون جهشی که پیدا شده دو تا جهش همزمان پیدا شده. اونای دیگه مثل برزیلی یا آفریقای جنوبی یا انگلیس فقط یکی از آمینو اسیدهاش عوض شده. ببینید، جهشی که پیدا میشه در او، اگه بدنه خارجی ویروس رو به عکسش نگاه کنیم، یک سری چیزهایی هست مثلا میخ در بدن خارجی، اونا میگن اسپایک پروتئین. پروتئین ها همینجوری که میدونین از آمینو اسید ها درست شده، 20 آمینو اسید هست که پروتئین میسازن، همه پروتئین هایی که به وجود میاد از اونا درست میشه. بعد 1273 تا از این آمینو اسید ها به هم چسبیدن که این اسپایک پروتئین رو وجود داره. وقتی یکی از این عوض میشه، بسته به یکی در کدوم منطقه از اون، بعضی منطقه اگر عوض بشه خب تا به حال شاید تعداد زیادی جهش به وجود آمده، ولی تأثیری در به اصطلاح حاد شدن ویروس نداره یا هار شدن ویروس نداره، ولی بعضی مناطق خیلی حساسه. تا 2-3 هفته پیش میگفتن که منطقه، گفتن 1273 تا، از شماره 1 شروع کنیم بشماریم یا آمینو اسید داره، میگفتن بین منطقه شماره 500 تا 600 این منطقه حساسیه و او جهش هایی که به وجود آمده بود مثل انگلیسی، مثل ساوت آفریقا و همینطور برزیل، همشان در اون منطقه بودن. همین 1-2 هفته پیش دیدن که جهشی پیش آمده در منطقه 400، همون منطقه هندی، دو تا جهش، یکی به اصطلاح با حروف انگلیسی آمینو اسید نشون میدن، میگن E484Q و یکی دیگه L
452 R، یعنی بعضی آمینو اسید مثلا در اولیش تریپتوفین جاش با تایروزین با تریپتوفین عوض شده، یکی دیگهش دومیش گلوتامین جاش عوض شده با فنیل آلانین، و این باعث شده که به اصطلاح ویروس هندی بسیار خطرناکتر بشه و می‌بینیم که الان در هند چقدر گسترش پیدا کرده و چقدر آدم در هر روز میرن. اگر وارد ایران بشه با توجه به اینکه وزارت بهداشت ما واقعا کاری برای مردم نمیکنه، بسیار خطرناکه و قربانی بیشتری هم خواهد گرفت. بله. همتن یک کامنتی برامون گذاشتن که من براتون میخونم. نوشته بر اساس آمار امروز بهداشت جهانی 149 میلیون نفر مبتلا به ویروس کرونا و 3 میلیون نفر جان باخته داریم. خب دیروز زالی رئیس ستاد حکومتی کرونا تو تهران گفتش که آمار تهران همچنان سعودیه. لحظاتی بشنویم بعد من سوالمو میپرسم. بفرمایید. فرمودین خب آمار در استان تهران و به طور اخص شهر تهران کماکان در شاخص سعودی است و رو به افزایش هست، به طوری که ما در طول 24 سال گذشته باز هم یک رکورد جدید رو در میزان بستری جدید در تهران ثبت کردیم. حدود 1820 بیمار جدید در تهران در 24 سال گذشته بستری شدند که 202 تا از این بیماران مستقیما در بخش مراقبت ویژه بستری شدند. با احتساب موارد جدید بستری، تعداد کلی موارد جدید با احتساب موارد، اگه ما مجموع بیماران بستری در استان تهران در نظر بگیریم، 8230 بیمار در حال حاضر در استان تهران در 105 بیمارستان تخصیص یافته به کرونا در حال حاضر بستری هستند که حدود 2010 تا از این بیماران در بخش مراقبت ویژه بستری هستند. با توجه که تنها در 24 ساعت گذشته 1230 بیمار مجموعاً از بیمارستان های تهران ترخیص شدند و با توجه به عدد 1820 که من اشاره کردم، کماکان ملاحظه می‌فرمایید که تعداد بستری جدید ما از موارد ترخیصی فزونی داره و این نشان دهنده بالا بودن سطح اشبای بیمارستانی ماست. پس برای همونطوری که عرض کردم، کماکان ما رو به صعود هستیم، هنوز به نقطه قله‌ای و کفه‌ای که به صورت یک آمار همگن و آمار متوازن برسیم نرسیدیم. پیش بینی ما هستش که حداقل تا اواسط هفته آینده هم این الگو تکرار. ما شاهد بودیم که خود این مقام هم میگفتش که آمار همچنان رو به افزایشه. البته همونجوری که شما گفتی، خب نمیشه حرفات مقامات رژیم رو الزاما باور کرد، به قول آمریکایی‌ها فکت چک میخواد. ارزیابی خودتون از وضعیت بیمارستان ها چیه و آیا بیمارستان ها جوابگوی بیماران خواهند بود تو ایران؟ باز خب دو تا منبع هست که خبرها تو ایران، یکی داردسته خامنه‌ایه که مرتب دروغ میگن، حتی همین حرفایی که این جناب زد این هم واقعیت رو نگفت. شما ببینید در سال از فوریه گذشته، فوریه 2020 تا به حال که حدود 15 ماه میگذره، در ایران حدود طبق گزارش سازمان مجاهدین خلق بیش از 267,000 نفر جان باختن که البته رژیم تقریبا 1/5 رو گزارش میکنه. فکر کنم آمار امروز هم به بالای 270,000 رسیده. بالای 270,000، خیلی. بله. اگه 270,000 نفر در به اصطلاح 15 ماه میشه 450 روز، اگه تقسیم کنیم میبینیم تقریبا میشه روزی 600 نفر فوت میکرده به طور متوسط. ولی رژیم همیشه میگفت که دو رقمیه و دو رقمی هم عددهای پایین، مثلا حدود 40 نفر 50 نفر در روز در ایران کشته میشن. میبینیم که چند برابر اینا دروغ میگن، حداقل 20 برابر. گاهی حتی نمایندگان مجلس میگن که تعداد آماری که میدن 20 برابر باید ضرب کنی تا آمار واقعی به دست بیاری. بنابراین این روزها ای که میگن یکی آماری بود دیروز 480 نفر چقدر میگه در روز میمیره، اینا باید واقعا ضرب در حداقل 10 بکنیم. تعداد بیمارستان ها اصلا جا نداره. یک منبعی که میاد خود کادر درمانی گاهی پزشکا صحبت میکنه، با وجود که خود فرماندار ایزه یک شهری در مسکه در خوزستان میگفت که به ما گفتن که حق ندارین راجع به تعداد کشته شدگان حرفی بزنید. میگفت این یک قانونه، هیچ فرمانداری حق نداره در هیچ کجای شهر ایران در این مورد صحبت کنه. خب اگر ریگی در کفشان نیست، چرا نمیگن چند نفر کشته شده؟ بنابراین به مراتب وضعیت شرایط سخته. حتی تعداد دیگه مریض‌های قدس جا گرفته که تختی در بیمارستان ها نیست.
در سردخانه ها حتی جا نیست که مریضایی که مردن را اونجا تو سردخانه نگه دارن. خود قصارخانه ها به اصطلاح گورستان ها میگن که ما هیچ موقعی همه کشته نداشتیم، این همه جسد وارد نشده. بنابراین شرایط بسیار بسیار خطرناکه و بسیار همینجوری هم که این طرف گفت، حداقل یک حرفش درست گفت، که هنوز به اون نوک پیک ما نرسیدیم، او وسط هاشیم. بنابراین بایستی آماده باشیم برای شرایط به مراتب بدتر. بله. هموطن یه سوالی مطرح کردم، من ازتون میپرسم آیا بهداشت جهان نگران گسترش کرونا در ایران هست یا نه، و برای سرایت آن به سایر کشورهای جهان چه کاری میتونن انجام بدن؟ حرف درستی میزنن، چون اگر یک سیستم گزارش سالمی بود خب میشد فهمید، ولی الان اگه تو ایران جهش هم پیدا بکنه و بعد سیرت کنه به سایر کشورها و همسایگان، همونجوری که اصلا پاندمی کرونا تو ایران سری تو منطقه گسترش پیدا کرد، چیکار میتونن بکنن؟ ببینید، سازمان بهداشت جهانی حد اکثر تلاشش میکنه، ولی سازمان بهداشت قدرت اجرایی نداره، قدرت به اصطلاح پیشنهادی داره و یک تشکلی به وجود آورده به اسم کوواکس که میتونه به کشورهایی که نیاز به مثلا واکسن داره، واکسن در اختیار اونا بذاره. او حد اکثر تلاششان هم میکنن و اونا هم میدونن که بایستی اگر این مسئله اپیدمیک بخوایم از بین بره، بایستی در کل جهان از بین بره. حتی اگر در یک کشور، به عنوان مثال فلج اطفال، فلج اطفال سال هاست که در کشورهای آمریکا و اروپا همه جهان، فقط در دو نقطه در دنیا هنوز وجود داره، یک در مرز پاکستان و افغانستان هست که گاهی ده به این خاطر هنوزم بچه‌ها رو واکسن میزنن، چون این ویروس کاملا از بین نرفته. ولی ویروس آبله از سال 1980 کاملا در سطح جهانی از بین رفته، به این خاطر دیگه واکسن او رو نمیزنن. بنابراین همینجوری که دوست ما گفتن، بله بایستی نگران بود، حتما بهداشت جهانی هم نگران هست، ولی خب چقدر کار از دستش ساخته در مقابل این رژیم جنایتکار، او بحث دیگه ایه. بله، خیلی ممنون. حالا سوال من سال بعدی اینه که مدیریت بحران کرونا و واکسیناسیون توی ایران رو شما چجوری ارزیابی میکنین؟ چه میزان وارد شده از واکسن ها که میگن و چه تعداد نفر واکسن دریافت کردن؟ شما قبلش به یه میلیون اشاره کردین، درست فهمیده باشم؟ ببینید، همینجوری که گفتم، چون آمار به قدری دروغ میگن، مثلا بارها شده که میگن، یک بار گفتن از هند قرار 100 هزار آمد واکسن دوز آمد، بعد 350 هزار تا داشت میآمد، داستان به اصطلاح دهلی کجا نگهش داشت، گفت که ما خودمان نیاز داریم نمیدیم. بعضی وقتا مثلا میگن که ما قراره که 1 میلیون دوز از روسیه بیاد، بعدا میان میگن که همش 10 هزار تا بود. بنابراین خیلی خیلی مشکله که بگیم واقعا چقدر دوز وارد کشور شده، و تازه وقتی هم وارد میشه بیشتر برای خودشان استفاده میکنن. مثلا به عنوان مثال یک سری تصمیم گرفته بودن به پاکبان ها بدن، چون اونا به اصطلاح شرایطشان اضطراریه. بعد معلوم شد که شهردار و فرماندار و مقامات شهری را برای خودشان استفاده کردن و برای خانوادهشان به یه پاکبان ها نرسیده. بنابراین خیلی مشکل در مورد آمار در اون کشور صحبت کنیم. بله. خب از نظر شما علت اینکه بحران توی ایران اینقدر حاد شده چیه؟ بحران این پاندمی؟ یکی ای که رژیم میخواد که حاد بشه. رژیم از روز اولی که این ویروس وارد ایران شد خوشحال شد و ازش به عنوان یک برکت استفاده کرد که بتونه با خانه نشین کردن مردم و کشتن مردم، کشتر به اصطلاح جمعی مردم، از قیامی که منجر به سرنگونیش میشه جلوگیری کنه. بنابراین در این راستا برنامه ریزی کرده، نقشه راه داره. نقشه راه ایه که این ویروس بایستی حد اکثر تا حد امکان وجود داشته باشه و ازش استفاده. ویروس در واقع یار و همدم خامنه ای و رژیم جمهوری اسلامی هست، دشمن اونها نیست، دشمن مردمه. بنابراین با آوردن واکسن، دوست خودش که ویروس کرونا هست رو ما انتظار داریم که از بین بره. این کار را رژیم نخواهد کرد. رژیم همینجور به طریق قطره‌چکانی گاهی یک مقدار چند تا 10 هزار دوز یا 100 هزار دوز از روسیه میاره یا از چین میاره یا از هند میاره،
به مردم میده، ولی واقعا یک کار جدی نمیکنه. اگه کار جدی میخواست بکنه مثلا مثل ترکیه که جمعیتش 82 میلیون تقریبا برابر جمع، اونم باید 22 میلیون اقلا دوز به مردم تزریق کرد. ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه و توان مالی داره که به آسونی بخره چیز و در اختیار واکسن بخره، در اختیار مبنی این کار رو نمی کنه. یادتونه که در ابتدا که واکسن آمد چیز نگران شده بود خامنه ای که این واکسن آمد حالا ممکنه مردم خوب بشن بنابراین بیان تو خیابونا، فورا واکسن آمریکا و انگلیس رو حروم اعلام کرد. البته خودش در اولین روز واکسن فایزر رو زده بود خودش و دار دسته، چون حدود 150 هزار دوز وارد ایران شده بود که حتی یک ویدیوی هم میچرخید که داشتن واکسن چیزی رو جعبش رو باز میکردن، دو نفر واکسن رو باز، واکسن فایزر رو باز میکردن. بنابراین واکسن وارد شده و توی خیابون هم میفروشن، اینجوری که میگن تو ناصر خسرو به قیمتهای خیلی خیلی بالا میفروشن. خب ما میدونیم که واکسن را به هیچ شخص یا شرکت خصوصی نمیفروشن، فقط به دولت ها میفروشن. بنابراین واکسن های خیابون ناصر خسرو رو خود دولت داده به دلال های خودش که باز ازش پول بسازه. یک غارت دیگه. بله. حال نظر شما رو شنیدیم، ولی فکر کنم که روحانی رئیس جمهور این رژیم با شما مخالف باشه. صحبتاشو بشنویم چون بحثی از تحریم میکنه. بفرمایید. صحبتاشو بشنویم بعد ادامه بدیم. واکسن هم تعدادی که ما میخواستیم وارد بکنیم یه مقداری عقبتر هستیم از آنچه که ما پیشبینی میکردیم. چرا؟ برای اینکه بعضی جاها ما قول دادیم، قرارداد بستیم، رفتیم پول رو نقل و انتقال بکنیم نتونستیم. یعنی تحریم نذاشت. همین حالا کوواکسی که به هر حال چیز بین المللی هست، ما هم رفتیم ثبت نام کردیم، جزو اولین کشورها بودیم رفتیم برای گرفتن واکسن. این تحریم اینجوریه. خب طول کشید، ما نوبت ما هم عقب افتاد به طور طبیعی. خب اینم از حرفای روحانی. من یک سوال خواستم بپرسم. الان ایاتون باشه خیلی روحانی دم از واکسن داخلی میزد، الان وضعیت این واکسن داخلی به کجا رسیده؟ باز اینقدر دروغ میگن که خیلی سخته که بگی چیز، ولی یک جمله از خودشان من دارم اتفاقا اینجا. در این میگه که نشریه هست جهان صنعت که خب نشریه خودشانه، میگه ساخت واکسن های داخلی و اثر بخشی های بالونی آن محتاج زمان است و آنگونه که به نظر میرسد بوی بهبودی از اوضاع شنیده نمیشود. خودشان میگن که آقا اصلا امکانی این چنین مسئله وجود نداره. اگر یادتان باشه میگفتن که در بهار واکسن ساخت خودمان میاد. او نمکی شیاد میگفت ما آنچنان واکسنی بسازیم که دنیا تعجب کنه، بهترین واکسن دنیا رو میسازیم. بعد اینا اصلا توان ساختن واکسن ندارن. واکسن چیزی نیست که مثل بعضی چیزا انسان مثلا گلگاب زبون رو نمیدونم بکوبی بدی به چیز برای چی مرضی خوبه، این چیز چیزی نیست. واکسن الان حدود تقریبا بین 160 تا 101 مرحله 190 تا تیم در کره زمین به اصطلاح در جهان دست به ساختن واکسن زدن. پارسال سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که 190 تا کمپانی یا شرکت یا آزمایشگاه دارن رو واکسن کار میکنن. تا بال فقط 9 تا واکسن به بازار آمده. اگر آسون بود از 190 تا اقلا باید 90 تا میامد به بازار دیگه. چرا نیامد؟ وسطی را گیر میکنن کار میکنن. بخصوص در ایران که نه متخصصش دارن که این کار را بکنن، نه این کار را قبلا کردن که انجام بدن، ولی اصلا امکاناتش هست وجود داره. مکسیموم اینا برای که آبروش یا آبرو که ندارن ولی همون تت آبروشان ندارن، مثل کارخانه هایی هستن، کارخانه مونتاژ. من یادم وقتی که مثلا من 45 سال اومدم بیرون، کارخانه پیکان بود، اتومبیل پیکان می‌ساختن. پیکان هیلمن انگلیس بود، آورده بودن تو ایران مونتاژ می‌کردن، نمی‌ساختن. الان هم مثلا کارخانه فورد آمریکا در مکزیک، چون کارگر ارزان‌تره، اونجا یک شعبه زده میره اونجا مونتاژ میکنه. ولی مکزیکا نمیتونه میگه ما ماشین فورد میسازیم، میگه ما ماشین مونتاژ میکنیم. این هم احتمالا از روس یا کوبا یا چین خواهش میکنن، التماس میکنن بیاین یک مقداری اقلا تو ایران یک تعدادی رو اینجا بسازین، با ما کمک کنیم
بسته‌بندی کنیم با هم دیگه، ما لیبل بزنیم ساخت ایران که ما آبرومون نره. اگر نه اینا از نظر توان علمی به هیچ شکل توان ساختن واکسن رو ندارن. اینو من گارانتی میکنم. خب حالا یکم بپردازیم به سایر کشورهای دنیا. از رژیم بیایم بیرون، تو خبر اومده بود که آمریکا برای اینکه شهروندانش رو تشویق به تزریق واکسن بکنه، چون خب برخی نگرانن یا میترسن واکسن بزنن، یا اوراق بهادار میده یا یک امتیازات ویژه‌ای میده برای شهروندانی که دست به این کار بزنن. کلا چه اقدامات تشویقی تو این رابطه انجام شده توی آمریکا؟ چون خودتون از نزدیک در جریان هستین، یکم برامون بگین. تشویقی بله، همینجور گفتین، خب در همه جای دنیا همه جور افراد هست با فکرهای مختلف. یکی ده هستن که دوست ندارن واکسن هستن بزنن، هیچ موقع واکسن نزن، حتی بچه هاشن هم نمیبرن واکسن بزنن. بعد اینا هستن دیگه. برای که اینا را تشویق کنن، یکی از ایالت ها به اسم وست ویرجینیا، ویرجینیای غربی، گفته که هر کس بخواد، یکی دیگه خوب زدن، اونایی که نزدن اگه بیان به هر کدومشان $100 به اصطلاح جایزه میده، یک مثل کوپان میدن، بعد میتونه ایره بره مثلا یک مغازه خرج کنه. فروشگاه های هم مثل فروشگاه های مثلا زنجیره ای هست که فروشگاه های بزرگ یا فروشگاه های خاربار فروشی سوپرمارکت ها، خب اینا مشتری خیلی زیاد میان و میرن دیگه هر روز به خاطر موقعیتشان. بعد برای اینکه کارمنداشان مریض نشن، به کارمنداشان علاوه بر ساعت مرخصی میدن هر ساعتی که با پرداخت، علاوه بر او بهشان هم حدود $100 کوپان میدن که از همون فروشگاه خودشان میتونن $100 جنس بخرن. بنابراین تشویق میکنن، ولی همه چیز در اینجا در رابطه با چیز مجانیه، کاملا مجانیه. نه پول برای تست میگیرم، من خودم دوبار مجبور بودم بدم تست کنم چون میخواست جراحی کنم. برای قبل دو سه روز قبل از جراحی باید تست کنی که کرونا نداری، که به اصطلاح بیمارستان قبولت کنه. و یکی مجانیه. و در ضمن اگر کسی بستری بشه، هر چند روز بستری بشه و دوای هم هر چی بخوان، خب در اختیارشان میذارن، مجانی. همه چیز در اینجا در رابطه با کرونا مجانیه. علاوه بر این خب کسانی هم که بیکارن، کارشان از دست دادن، از همون اول هفته ای $300 به هر کسی کارش از دست داده خونه نشسته بهشان میدن. برای گاهی هم یک چکایی میدن که تا به حال دوبار دادن، استیمولس چک میگن، $1,400 به ازای هر فرد خانواده، حتی بچه یک روزه هم باشه بهش $1,400 میدن. این کمک میکنه اولا یک مقدار از هزینه زندگی او فرد رو به اصطلاح کمک کنه بهش، و یکی هم خب وقتی میلیون ها نفر $1,400 چک رو ببرن تو بازار، اقتصاد رشد میکنه. بنابراین با یک تیر دو نشان میزنن و این کاری که میکنم بسیار خوبه و دولت در اینجا همه چیز را به عهده گرفته. بله. هموطن این سوال کردن که چه پژوهش‌های جدیدی در جهان برای کنترل بهتر بحران کرونا صورت میگیره؟ آیا در این رابطه میتونید توضیح بدیم؟ خب واکسن که هنوز واکسن میسازن، چون با متدهای مختلف، اگر میدونین که الان 9 تا واکسنی که آمده به بازار با 3 روش مختلف ساخته شده، واکسن مادرنا و واکسن فایزر بایونتک، از مسنجر آرنه استفاده کردن. یک روش دیگه است که روش بسیار قدیمیه که خود ویروس به اصطلاح رشدش میدن، کشتش میدن، مقدارش تو تانکا زیاد کشد، بعد به یک حد اینجوری سطح نشون میده، وقتی که به سطح به اصطلاح لول رسید، افقی شد، معلومه که دیگه اشباه شده. در اونجا ویروس ها را با ماده شیمیایی به اسم فرمالدهاید میکشن، بعد خالص میکنن، خود همین ویروس مرده را تزریق میکنن. و یک روش دیگه هم هست که از یک ویروس دیگه، ویروس سرماخوردگی، کمک میگیرن، ژن که به اصطلاح ویروس چیز هست، ویروس کرونا را بهش میچسبنن، به عنوان یک حامل مثل کامیونی که جنس را میبره، میبره داخل سلول، بعدی که داخل سلول بار شک خالی میکنه، خودش رو کنار میشینه، دیگه کاری نداره. این سه روش به اصطلاح تا به حال هست. دو روش دیگه هم دارن درست میکنن، یکی روشیه که نوواک داره درست میکنه، باید به زودی تا 2 ماه دیگه حتما بیاد به بازار. در اونجا فقط از خود امی کرون اسپایک پروتئین خالص خودشه، تو چیز میذارن، یک چیزی مثل چربی تزریق میکنن. یکی دیگه هم هست از دی ان ای استفاده میکنه، کمپانی اینوویا،
بعد این کمپانی باز خوبیش یه که دی ان ای برخلاف آر مسنجرانه بسیار در مقابل حرارت مقاومه، میتونند به مدت یک سال در درجه حرارت به اصطلاح بمانه، درجه حرارت اتاق، و یا 5 سال در یخچال دوام داره. بنابراین دارین تغییر میکنن. یک سری هم دارن انتای وایرال میسازن، کمپانی فایزر الان مرحله دوم رسیده. انتای وایرال خیلی معموله، همیشه میسازن. این هم یکی دیگر دارن تست میکنن که شاید فکر میکنن که احتمال داره کار کنه، ولی دانشمند هم دارن یا انتای وایرال میسازن یا واکسن. بله، حالا تو خبره بود که بنیانگذار و مدیر عامل شرکت داروسازی بیونتک گفته بود که اروپا احتمالاً تا اواخر ماه ژوئیه یا حداکثر تا ماه اوت به این حد از ایمنسازی جمعی برسه که بالای 70% جمعیت واکسینه بشن یا حداقل ایمن بشن درباره به این کرونا، ویروس کرونا. نظر شما رو خواستم در این رابطه بپرسم. بله بله، احتمال داره که این کار بشه. و آمریکا هم همینجور، آمریکا هم احتمالاً تا 2 ماه دیگه به حد میرسه. الان آمریکا برای که بدانین، من الان اینجا عدد نگاه کنم، 235 میلیون دوز تا دیروز دادن و در اینا توزیع کردن دوز تو دوز آره دوز نه به مردم تزریق کردن. 235 یعنی تزریق کردن، ولی بله. وقتی میگن دوز، بعضیا خب میدونی که اینا باید 2 تا دوز بزنن، به جز جانسون و جانسون بقیه 2 دوز بزنن. و در آمریکا حدود 30% 2 تا دوز زدن، 30% جمعیت، و 43% 1 دوز زدن. خب و همین به این خاطر، با وجود که هنوز همه واکسینه نشدن، حتی نصف جمعیت هم واکسینه نشده، میبینیم که تعداد مرگ و میر بیشتر از 80% کاهش پیدا کرده. بنابراین واکسن داره کار میکنه. و چیزی که به اصطلاح اون رئیس بایو انتک گفته کاملا منطقی به نظر میرسه، و این در کشورهای دیگه هم انجام میگیره. انگلیس هم حدود انگلیس 47.5 میلیون دوز زده. خب جمعیت انگلیس که حدود مثل که فکر میکنم 60 میلیون باشه هم چیزی. بنابراین دارن همه کشورها تلاش میکنن. اسرائیل الان تقریبا به حد رسیده که دیگه کسی نیست که بالای سن 60 سال باشه که واکسن نزده باشه. امارات همینجور 10.3 میلیون. تنها جایی که از همه عقبه و ته خط قرار گرفته ایرانه، که حتی 1 میلیون دوز هم به مردم نداده. بله، حالا صحبت از داروی جدید کرونا هم میشه که میگن بر پایه آنتیبادیه، اگه بشه کمی هم در این رابطه برامون توضیح بدیم. آره، مانوکلونال آنتیبادی اتفاقا 2 تا از کمپانیا اینا درست کردن، یکی کمپانی ایلای لیلیه، یکی هم ریجنران. هر کدومشان 2 تا درست کردن، بایستی هر دوره همزمان بدن. و اگر کسی در اما اوائل مریض شدن متوجه بشه که مریض شده، بره بیمارستان، اینا در الان در تمام بیمارستان ها، کلینیک هایی که مریض میتونه مراجعه کنه قرار دادن. مانوکلونال آنتی‌بادی معمولا داروی گران قیمتیه. این همون داروییه که به پرزیدنت ترامپ وقتی که مریض شد دادن، و به کسان دیگه هم بودن که در همون کابینه وقتی مریض شدن، چون در همون اول تشخیص دادن، نیاز بستری شدن دیگه واقعا نبود. خوب میکنه، کار میکنه، ولی اگر مریض حالش وخیم بشه دیگه مانوکلونال آنتی‌بادی کار نمیکنه. مانوکلونال هم خیلی گرونه، ولی خب اون هم مجانیه. معمولا ایره الان چون فقط به دولت میفروشه، ما نمیدونیم قیمتش چند فروخته به دولت، ولی معمولا به طور متوسط مانوکلونال آنتی‌بادی ها حدود $2000 هر دوزش هست، که 2 تا دوز بایستی بزنن که مخلوط 2 تا مانوکلونال آنتی‌بادی میشه $4000. هر مریضی بره در او شرایطی ابتدایی، بخصوص یک چیزی که میشه به راحتی فهمید که آدم مریض شده، حس بویایی و حس چشایی رو آدم از دست میده در مراحل اولیه. به محض اینکه یک نفر از دست داد، بایستی فوری به بیمارستان مراجعه کنه و اونا مانوکلونال آنتی‌بادی میدن که طرف خوب میشه. بله، حالا آخرین سوالمون رو خواستیم به ایران اختصاص بدیم. سران رژیم الان نسبت به گسترش بحران کرونا دارن ابراز نگرانی میکنن. این ابراز نگرانی از چه بابیته؟ آیا نگران وضعیت مردم هستن؟ اگر نگران وضعیت مردم بودن، واکسن رو حروم نمی کردن
و همینطور در ابتدا این همه دروغگویی و پنهانکاری نمی‌کردن. اینا نگران این هستن که مردم هر روز دارن بیشتر و بیشتر خشمگین میشن، به ماهیت جنایتکارانه اینا پی میبرن، بنابراین نگران خیزشا قیام و نهایتاً سرنگونی هستن. اگر نه این نگران مردم به هیچ شکلی نیستن، نبودن و نخواهند بود. و تنها راهیه که اگر مردم میخوان از شر اینا خلاص شن باید متحد بشن، با کانونهای شورشی کمک کنن. کانونهای شورشی نسبت به مثلا سال 98 قیام 98 به مراتب هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی افزایش پیدا کردن، دست به دست اونا بدن و این رژیم رو از سر راه بردارن تا تمام نه تنها این مشکل کرونا، بقیه مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، همه این مشکلات حل خواهد شد. امید و روز. خب هموطنیم یک کامنتی فرستادن که خیلی به نکات آخر شما میخوره. گفتن که روز حسابرسی و دادگاهی این رژیم ضد بشری و ضد انسانی نزدیک است. انشاءالله. خب به انتهای فرصت این گفتگو رسیدیم. خیلی ممنون از بحث پربارتون، واقعا استفاده کردیم و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. انشاءالله در برنامه‌های بعدی بازم شما رو داشته باشیم. خدا نگهدار. خیلی ممنون که به من وقت دادید. متشکرم. درود باشه.